خط خبرها. علاقمندی خارجی و سرمایه گذاری در معدن افغانستان. تنه خلیلزاد و اشرف غنی. سالگرد امضای توافقنامه دوحه. برگزاری جشنواره ورزش های زمستانی بدون حضور دختران. سلام و درود. امروز پنجشنبه 2 مارچ 2023 میلادی مصادف است به 11 اوت 1401 هجری شمسی. با من رازی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون زرین از لس آنجلس خوش آمدید. گروه طالبان میگویند که خارجی ها به سرمایه گذاری در حدود 10 میلیارد دلار در این کشور تمایل نشان دادند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان شام روز گذشته یک اعلامیه در این مورد منتشر کرد. در این اعلامیه آمده که علاقمندی از زمان تسلط دوباره قدرت از سوی امارات اسلامی طالبان ابراز گردیده و گفته شده است که شماره از شرکت ها فعالیت های خود را هم آغاز کرده اند. او ناوقت روز گذشته به یکی از رسانه ها گفت که بیشتر سرمایه گذاران خارجی علاقمندی دارند تا در معدن افغانستان سرمایه گذاری کنند. حکومت طالبان از کشته شدن 80 افغان در رویداد غرق شدن کشتی پناهجویان در ایتالیا خبر دادند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام نموده است که از ده ها تن از افغانان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا کشته شده است. این وزارت با نشر یک اعلامیه در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است که بر اثر غرق شدن یک کشتی 80 افغان به شمول زنان کودکان جان خود را از دست دادند. در این حال کمک رسان های ایتالیایی گفتند که اجساد دست کم 65 نفر به شمول 14 کودک را پیدا کرده اند. مقامات ایتالیایی همچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما 10 تن دیگر هنوز ناپدیدند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و معمار توافقنامه صلح دوحه در یک مصاحبه تازه خود که یک بار دیگر از فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان انتقاد نموده است و به طور طعنه آمیز گفته است که به منظور عدم اشتراک ناتو در جنگ روسیه در اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم می توانست فرار کند اما نکرد. خلیلزاد در ادامه از فرار غنی انتقاد کرد و وی را با ولادیمیر زلنسکی مقایسه کرده است. انس حقانی یکی از اعضای برجسته گروه طالبان می گوید که توافقنامه دوحه زمینه را به منظور پایان یک منازعه است سخت را هموار کرد که باید متباقی موارد آن نیز عملی گردد. در عین حال شهاب الدین دلاور نیز گفته است که امریکا خلاف توافقنامه دوحه در برابر استقلال سیاسی افغانستان قرار گرفته و همواره حریم فضایی را نقض می کند. او افزوده است که این گروه متحد است که با جهان تعامل کند. سیاستمداران افغانستان امضای این توافقنامه را یکی از دلایل اصلی سقوط نظام جمهوری می دانند.
جشنواره ورزش های زمستانی با حضور 160 ورزشکار پسر از ولایت های بامیان، کابل، میدان وردک و پروان در منطقه بند امیر و قرغنه تویی ولایت بامیان برگزار گردید. اما برخلاف سالهای گذشته، دختران ورزشکار در این جشنواره حضور نداشتند. تعداد زیادی از ورزشکاران افغان پس از سقوط افغانستان به دست گروه طالبان این کشور را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان مهاجرت کردند و شماری از آنها به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. این مسابقات از 6 سال به این سو برگزار می گردد و امسال نیز برگزار شد، اما از حضور دختران و زنان هیچ خبری نیست. در سالهای اخیر علاقمندی مردم به خرید گوشت، روغن، تخم شترمرغ و ساخت فرم‌های پرورش این حیوان در هرات افزایش یافته است. فرمداران این صنعت هم از وضعیت کار خود راضی به نظر می‌رسند. این فرم یکی از بزرگترین فرم‌های پرورش تولید و فروش گوشت و تخم شترمرغ در ولسوالی انجیل هرات است. این فرم تقریبا 4 سال پیش با سرمایه گذاری 2 میلیون افغانی ایجاد شده است. ندا احمد سلطانی مسئول این فرم میگوید که کار در این صنعت را آغاز کرده و چند بال شترمرغ را نیز از کشور ایران وارد کرده است. گروهی از دانش آموزان به صورت گروهی مسموم شدند. عبدالعلی رحیمی مظفری، یکی از نمایندگان مجلس ایران، خبری را مبنی بر بیماری و بستری شدن چندین تن از شاگردان و محصلان در 15 شهر این کشور را تایید کرده است. در تازه ترین رویدادی که رخ داده است، 2 خبرنگار ایرانی به روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که چند تن از محصلین دختر در تهران و پردیس در حومه شرقی پایتخت ایران به علت نامعلومی بیمار شده اند. گمان بر این است که اولین حادثه در ماه نوامبر رخ داده است، زمانی که 18 شاگرد دختر در قم به شفاخانه منتقل شدند. پارلمان فنلند به روز اول مارچ 10 هود به اکثریت قاطع به خاطر عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو رای مثبت داده و این احتمال دارد که پیش از سویدن با این پیمان بپیوندد. قانونگذاران فنلندی در یک نشست به روز چهارشنبه یک لایحه را با 184 رای مثبت و 7 رای منفی تصویب کردند. بر بنیاد آن این کشور تمام شرایط عضویت در ناتو را میپذیرد. سویدن و فنلند پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 به خاطر ترس از حملات مشابه روسیه بر این دو کشور، سیاست‌های گذشته عدم تعهد نظامی خود را کنار گذاشته و برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. یک محکمه در پاکستان روز گذشته حکم بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی های وی از فروش این هدایا صادر کرده است. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفته است که با عمران خان بارها زمینه را فراهم ساختیم تا در محکمه حضور بیابد ولی حاضر نشد. قاضی ظفر اقبال افزوده است که همین دلیل است که حکم بازداشت وی شامل امکان رهایی به ضمانت برای وی نیست. وکیل مدافع عمران خان خواستار به تعویق انداختن حکم محکمه برای مدت 5 روز شد.
چون به گفته وی موکل او به ارتباط دو قضیه دیگر در محکمه حاضر شده بود، اما قاضی درخواست وی را رد کرد. با نشر این خبر و پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.